آمریکا کنسولگریش را در بصره بست. مایک پومپئو میگوید نگران حمله عناصر نزدیک به ایران به دیپلمات‌های آمریکایی و اماکن دیپلماتیک این کشور است. ایران این اتهامات را رد می‌کند و به نوبه خود آمریکا را در آتش زدن کنسولگریش در این شهر مقصر می‌داند. در بصره چه خبر است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. گفته می شد بصره بعد از سقوط صدام حسین و خروج نیروهای بریتانیایی از این شهر حیات خلوت ایران است. اما در هفته های اخیر برای روزهای متوالی تظاهرات در این شهر برگزار شد با محور نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی، فساد و بیکاری بالا. اما شعارهای علیه ایران هم در تظاهرات شنیده می شد و در نهایت کنسولگری ایران هم همراه شماری از ادارات دولتی به آتش کشیده شد. بعد از این حمله به کنسولگری ایران طی هفته‌های بعد آمریکا بارها درباره حمله‌هایی به ساختمان کنسولگری خودش در بصره ابراز نگرانی کرد و در نهایت کنسولگریش را در بصره بست و از دیپلمات‌هایش خواست شهر را ترک کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت چه نظامیان نزدیک به ایران به کنسولگری آمریکا حمله می‌کنند. ایران در واکنش گفت حمله به اماکن دیپلماتیک ممنوع است و ایران هرگز آن را تایید نکرده یا در آن دست نداشته. آیا جنگ قدرت ایران و آمریکا در بصره به اوج رسیده؟ تا کجا این شهر عراقی نمادی از درگیری بزرگتر ایران و آمریکاست و آنچه در این شهر می‌گذرد تا کجا می‌تواند روابط را تحت تأثیر قرار دهد؟ در برنامه امروز در این باره صحبت می‌کنیم با مهمانانمان علی صدزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن و غسان آشور، کارشناس مسائل عراق از بوستون. خوش آمد میگم به مهمانان این برنامه. آقای آشور، شما معمولا از نزدیک اتفاقات عراق رو دنبال میکنید، رسانه ها رو هم در عراق رصد میکنید. شما چه تصویری دارید از اون چه که در بصره اتفاق افتاده در این هفته های اخیر؟ هر سال در واقع در تابستان بصره مرکز اصلی اعتراضات مردمی هستش و بالطبع گروه های مختلف سیاسی هم سعی میکنن اون رو در واقع ازش استفاده بکنن. اما امسال با توجه به اینکه انتخابات در عراق برگزار شد و هنوز حکومت تشکیل نشده و در واقع احزاب سیاسی با هم درگیر هستند که مقامات رو یا مناصب رو تقسیم بکنن، برای این وضعیت بصره و به طور کلی عراق بسیار در واقع داغ بود و احتمال درگیری ها میرفت. اما تفاوت اصلی دیگه ای هم وجود داره، این هستش که امسال آمریکا و ایران در منطقه و به خصوص خاصتا در مرز ایران عراق که در واقع کشور عراق هستش درگیری هم دارن. در واقع آمریکایی ها در حملاتشون رو به ایران بیشتر کردن، حملات سیاسیشون رو، و همچنین تحریم ها رو بر ایران برگردوندن. برابر این پیش بینی میشد که عراق به طور کلی در واقع تبدیل به میدان اصلی درگیری بین آمریکا و در ایران بشه و همین اتفاق هم افتاد در بصره. در واقع هر گروه های مختلف، چه گروه هایی که به آمریکا نزدیک بودن در این اواخر، چه گروه هایی که به ایران نزدیک بودن، در واقع در این تظاهرات شرکت کردند و دیدیم که حتی کنسولگری ایران هم آتش گرفت. کنسولگری آمریکا چندین بار با خونپاره بمباران شد. همچنین در بین گروه های مختلف شبه نظامی در عراق و خاصتا در بصره صحبت این بود که چگونه در واقع به این کنسولگری حمله بکنن. همین صحبت‌ها در واقع به گوش آمریکایی‌ها رسید و باعث شد که فعلاً حداقل این کنسولگری رو تعطیل کنند. آقای هاشمیان، آیا به نظر شما این رو میشه حداقل به صورت مقطعی تفسیر کرد به اینکه ایران داره به نوعی در بصره دست بالا رو میگیره و آمریکایی‌ها هستند که جا خالی دادند؟ قضیه به این شکله که چه کسی و چه نیرویی در بصره وجود داره و به اعتقاد من نگرانی آمریکا بیشتر بر سر اینه که نیروهای هشت و شعبی یا همون بسیجیان بعد از حوادث بصره و بعد از بخصوص حادثه آتش زدن کنسولگری ایران در این شهر روانه این شهر شدن و به جای نیروی انتظامی و نیروی ارتش و اون نیروهایی که به شکلی مشروعیت دولتی و قانونی دارن، این نیروها امنیت شهر بصره رو به دست گرفتن
به همین خاطر با توجه به تهدیداتی که قبلا صورت گرفته بود، آقای قیس خزعلی تهدید کرده بود که حوادث بصره زیر سر سفارت ببخشید کنسولگری آمریکاست و بیان کرد که یک صفحه فیسبوک که مرتبط با کنسولگری آمریکا هستش این نارضایتی ها و این تظاهرات را هدایت میکنه. آقای ابو مهدی المهندس یکی از فرماندهان هشت شعبی هم همین تکرار کرد و همه چی رو به گردن آمریکا انداخت. یه گردان های به نام گردان های سید و شهدا هم اونجا حرکت کرد. قبلا مدعی بود که این کارو یعنی حمله به کنسولگری رو انجام داده، اخیراً هم وقتی فشارها زیاد شده آمد پس گرفت این حرفشو. البته یه نفر با اسم مستعار به نام آقای ابو ولا ولایی این بیانیه رو صادر کرده و از طریق این گردان ها صحبت کرده. بنابراین این تهدیدها رو ما جمع کنیم، آمریکایی ها به این خاطر کنسولگری رو بستن که این نیروها در بصره متمرکز شدن. راه حل چیه؟ بخصوص اون افرادی که دارن فشار میارن بر دولت عراق که راه حل رو ارائه کنه، راه حل اینه که دستور داده بشه نیروهای هشت و شعبی از بصره خارج بشن. حتی آمریکایی‌ها موافقن که اگر نیروهای هشت شعبی از بصره خارج بشن حاضرن که کنسولگریشون رو یک بار دیگه باز کنن. آقای سعدزاده، در همین رابطه روزنامه واشنگتن پست یک نقل قولی داره از یک مقام امنیتی عراق که البته نامش رو نگفته، گفته او میخواد ناشناس بمونه، گفته ما هیچ اطلاعاتی درباره اینکه ایران بخواد این حمله رو انجام بده یا حامیان ایران بخوان به دیپلمات‌های آمریکایی حمله بکنند نداشتیم و این یک سویه از سوی آمریکا تصمیم گرفته شده، روشن نیست چرا. به نظر شما دولت عراق اینجا چه جایگاهی رو انتخاب کرده؟ آیا با این حساب میشه گفت که طرف یکی از این دو رو گرفته؟ خیر، دولت عراق در یک مخمصه است، در یک تنگنا هست. اون چی که در بصره داره اتفاق میفته یک جنگ به اصطلاح فضای مجازی است، جنگ مدیال هست به یک جنگ واقعی. جنگ واقعی روی زمین جوانان رارازی انجام میدن. جوانانی هستند که همینطور که میدونید 40-50% اینها کار ندارن. جوانانی هستند که اهل بصره هستند و از دست دولت مرکزی ناراحتن و همین به تمام ساختمانهای دولتی حمله کردن و به کنسولگری ایران که فکر میکنن یکی از حامیان دولت مرکزی هست. دلیلشون هم اینه که این استان و شهر بصره از ثروتمندترین استانهای کشور هست. روزنامه شپیگل اخیراً یک مطلب مفصلی در مورد بصره نوشته بود و نوشته بود که از سال 2003 یعنی از زمان سقوط صدام حسین تا به حال 1,000 میلیارد دلار نفت از بصره رفته به جای دیگه. یعنی خارج کرده، صادر شده، دولت مرکزی اینجا این نفت رو فروخته. همین الان 90% نفت عراق از بصره میره و جوانان بصره که با بیابی، با بیبرقی، با بیکاری و غسل‌آزار روبرو هستن اظهار نارضایتی کردن، به خصوص این که دیدن پس از پیروزی بر داعش چیزی نصیبشون نشده. بنابراین میفرمایید این یک اعتراض سیاسی نیست، یک اعتراض صنفی هست، اعتراضی هست به معیشت و وضعیت میکاری. این یک طرف داستان. یک طرف دیگه در داستان هم یک جنگ مدیال ما داریم که در سطح خاورمیانه بین ایران و عربستان سعودی، بین ایران و آمریکا در حال انجامه و همونطور که میدونید عراق، صحنه عراق، صحنه جنگ ایران و عراق آمریکا هم هست. جنگ نیابتی است. جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی هم هست. حتی روزنامه نیویورک تایمز پریروز نوشته بود که آمریکا خانه‌ها قصد داشت که کنسولگریش رو در بصره ببنده چون در روند به اصطلاح صرفه‌جویی در مخارج وزارت امور خارجه بصره یکی از کنسولگری‌هایی بوده که باید بسته می‌شده. در این جنگ مدیالی که انجام گرفته آمریکا هم استفاده کرده این جا رو بسته. درست است که به فروگاه بصره که در نزدیکی اون کنسولگری آمریکا داره راکت‌هایی
موشک‌های پرتاب شده، ولی من فکر نمی‌کنم به خاطر اون بوده. به هر حال آمریکا هم شرکت کرده در این، عربستان و امارات و دیگران هم خیلی فعال هستن و ایران داره کم کم احساس می‌کنه که این جنگ نیابتی مدیال و این جنگ واقعی رو ممکنه در بصره که مهمترین شهر هست برای ایران در حال باختن هست، به خصوص که ایران در تابستان گذشته یک اشتباه بزرگی هم انجام داد و اون که حالا این اشتباه بود یا مجبور بود و این که برقی رو که از ایران به بصره میرفت اونم قطع کرد و نبودن بصره در اون هوای 50 درجه به ناراحتی ها افزود. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه و اگر این جنگ مدیال عربستان و آمریکا و جنگ واقعی انجام بگیره در روی زمین، یعنی این خواسته های واقعی اجتماعی اقتصادی جوانان بر طرف نشه، ممکنه که آغاز پایان به اصطلاح نفوذ 100% ایران در عراق باشه. ولی اینکه در از عراق چه خواهد شد، یعنی عربستان و آمریکا پیروز خواهند شد، اون بحث دیگری است که اون هم جای شک داره، چون ساختمان سیاسی در عراق یک ساختمان بسیار بسیار فاسدی است. سازمان شفافیت بین المللی گفته که عراق در بین تمام کشورهای جهان ردیف 169 رو داره، از ایران فاسدتر عراق. بنابراین ما نمیدونیم عراق به کجا میره. برازمید که هر سه آقایون در این هم نظر هستید که این یک بخشی از یک تصویر بزرگتر رویارویی آمریکا و ایران هست. من میخوام از شما بپرسم آقای آشور، تحلیل شما چی هست؟ آقایون فرمودن که مثلا آقای هاشمیان معتقدن که این تلاش آمریکا هست برای خروج هشت شعبی از اون منطقه. آیا واقعا مثلا در اون منطقه امنیت به شکلی هست که اگر هشت شعبی خارج بشه مشکل امنیتی ایجاد نشه؟ چون میدونیم که حضور هشت شعبی به این شکل در عراق برای مقابله با حضور داعش وسعت گرفت و به هر حال حضور امنیتی اونها به نوعی برای دولت عراق لازم به نظر میرسید. بله، خروج هشت شعبی از بسته در این مرحله اصلا امکان پذیر نیست، خاطر این هستش که اصلا یکی از شهرهای اصلی که داوطلبان از اون به هشت شعبی میپیوندن خود این بسته هستش. بنابراین این مردمی که عضو هشت شعبی هستن اصولا ساکنان این شهر هستن. بنابراین صحبت این که اینها خارج بشن صحبت غیر معقولی است، خاطر اینکه بیشتر اینها ساکن شهر هستن و امکان خروج اینها وجود نداره. حتی اگر مثلا به طور رسمی اعلام بشه که هشت شعبی هم از این منطقه بیرون کشیده، واقعیت این هستش که اینها ساکن این منطقه هستن و جای دیگه‌ای هم نخواهند رفت. بنابراین فقط صحبت یا برای روی ورق خواهد بود و در عمل اینها خارج نخواهند شد. مسئله این که آمریکا بخواد اینها خارج بشن یا ایران بخواد اینها حضور داشته باشن اصلا از دست هر دوی اینها خارج هستش. حتی حکومت خود حکومت در واقع مرکزی عراق فعلا کنترلی بر اینها نداره و می‌دونید که دو گروه اصلی که میخوان حکومت جدید رو هم تشکیل بدن، یک گروه نزدیکتر هستش به هشت شعبی یا اصولا از فرماندهان هشت شعبی تشکیل شده. این گروه میدونه که اصولا بدون حضورش در زمین مثلا در بسته یا در هر جای دیگه ای اصلا نمیتونست این رأی ها رو بیاره. بنابراین در روی گروه زمین آمری هست. بله بله. و در روی زمین قدرت اصلی اینها از حضور جنگجویانشون که بسیجیان یا هشت شعبی هستن در واقع این گروه قدرت گرفته. بنابراین خروج اینها اصلا مطرح نیست و به هیچ وجه اینها حاضر نیستن که اینجا خارج بشن. نه تنها اینکه اینها بومی منطقه هستن، بلکه اینها اساس قدرت آقای آمری هستن. آیا شما نظر شما چیه؟ من نظرم اینه که اینها به اهل این منطقه ممکنه یه مجموعه اهل بصره باشن، ولی بعد از حوادث بصره و آتش زدن کنسولگری ایران، اینها به دستور آقای هادی آمری به طرف بصره حرکت کردند. هزاران نفر از این نیروها به طرف بصره حرکت کردند، فیلمهاش و عکساش موجوده و قشون کشی کردند در واقع به بصره برای حفظ اون نظمی است که مورد نظر اونهاست، که مثلا به اون توازنی که بین نیروهای مخالف و موافق ایران هستش در واقع ضربه‌ای نخوره. بنابراین نیروهایی که ما دیدیم و گزارش‌هایی که دیدیم در این رابطه، اینها خارج از بصره وارد شدن به فرماندهی آقای هادی آمری و همین آقای ابو مهدی مهندس و افراد دیگر، و زمانی که درگیری‌ها در بصره بود، اعتراض‌ها در بصره بود،
این نیروها با اون شکلی و با اون حجمی که مورد نظر این آقایان بود وجود نداشت. بعد ادعا کردن و حتی قول دادن که از طریق این نیروها میتونن امنیت رو اونجا ایجاد کنن. خب بذارید دوباره از آقای هاشمی بپرسم. آقای هاشمی فکر میکنید اگر همین طور هست که آقای هاشمیان میگن که این نیروها از جای دیگری وارد شدن و الان به تعداد بیشتری از قبل نسبت به قبل اونجا در بصره هستند، اول میخوام ببینم شما با این گزاره موافق هستین یا نه، و بعد آیا این مربوط هست به اون اختلافات سیاسی و جنگ قدرت سیاسی که الان در بغداد در جریانه، یا یعنی منظورم این است که مقطعی هست یا نه یک تصویر بزرگتری هست و اینها احتمال زیاد جابجایی قدرت در کل عراق هست برای آینده؟ ببینید صحبت این که اینها به اون طرف هم در واقع رفتن درست هستش، منتها این به خاطر وضعیت بد امنیتی در بصره بود. در صورتی که این وضعیت امنیتی در واقع مستقر بشه و الان به طرف اون داره پیش میره، این نیروها در اونجا نخواهند موند. اما نیروهای هشت شعبی اصلی که در اونجا حضور دارن مردم خود این منطقه هستن و اصولا از بصره یا از شهرهای اطراف اون در واقع اومدن. بنابراین اینها به طور موقت برای حفظ امنیت و برای اینکه حفظ قدرت خودشون یک مقدار بیشتری یه تعداد بیشتری از این افراد فرستادن، اما در دراز مدت نیروهای هشت شعبی هر شهر جنوبی در واقع مردم همون شهر هستن. در مناطق غربی و شمالی عراق نیروهای هشت شعبی از جنوب میان، اما در مناطق جنوب نیروهای هشت شعبی در صورتی که وضعیت عادی هستش خود مردم منطقه هستند. مسئله این که این جنگ قدرت بین دو گروه اصلی برای تشکیل حکومت هستش، بله این درست هستش و در واقع آقای آمری و همچنین خزعلی و بقیه کسانی که در هشت شعبی در واقع در شبی بودن و یا این رو فرماندهی میکردن، همه اینها میدونن که تنها دلیل در واقع قدرت اینها همین هشت شبی هستش و حضور اینها در جنگ با داعش و بقیه گروه ها بوده. در صورتی که این گروه نظامی از اینها گرفته بشه و این قدرت نظامی از اینها گرفته، امید چندانی به حضور در حکومت حتی نخواهند داشت. اصولا گروهی مثل گروه آمری یا سازمان بدر از همون روز اولی که از ایران به عراق برگشتن یا به عراق اومدن، اینها از همون روز اول بر قدرت نظامی خودشون در واقع به دلیل قدرت نظامی خودشون تونستن موقعیتی در عراق داشته باشن. خود آقای صدر که همچنین گروه نظام شبه نظامی خاص خودشو داره، اصلا ایشون اسمش در سیاست مطرح نبود تا اینکه یک گروه شبه نظامی به نام جیش المهدی که بعداً تغییر نام هم داد و به نام در واقع ارتش صلح ایشون نامیدش، این بدون این ارتش صلح ایشون در اصلا مطرح نبود. اما جنگی ایشون با آمریکایی‌ها و بعداً با دولت خود عراق زمان آقای مالکی باعث مطرح شدن اسم ایشون و قدرت ایشون شد و همه اینها میدونن که بدون این شبه نظامیان در واقع قدرت خودشون روی زمین از دست خواهند داد. بنابراین حفظ این در واقع وضعیت نظامی موجود در عراق به نفع اینها هستش و قدرت بیشتر اینها در چانه زنی برای تشکیل حکومت میده. و همطور که دیدین که بعد از قضای بصره آقای نخست وزیر حیدر عبادی در واقع اون جنگ رو باخت، بخاطر اینکه ایشون اصلا نیروی نظامی و شبه نظامی در هیچ جای عراق نداره و در روی زمین تاثیر بسیار کمی داره. آقای سعدزاده، عراق بخشی از یک تصویر بزرگتر در رویارویی ایران و آمریکا هست، برای که میدونیم تلاش آمریکا هست که حضور ایران رو در منطقه کم رنگ‌تر بکنه و ایران به هر حال در تلاش هست که این حضور رو حفظ بکنه تا اونجا که ما میبینیم. به نظر شما چقدر در عراق ظرف این یکی دو سال اخیر این نبرد به سمت ایران سنگینی میکنه، وزنه به سمت ایران سنگینی میکنه، چقدر به سمت آمریکا؟ به نفع ایران سنگینی میکنه، چون ایران موفق شده گروه های شبه نظامی وابسته به خودش رو تقویت بکنه، تعدادش رو افزایش بده. صحبت از 17-18 تا گروه شبه نظامی است که به ایران وابستند و متاسفانه کل سیاست در عراق همونطور که آشوری گفتن بر اساس گروه های شبه نظامی میگرده. یعنی هر کسی که گروه شبه نظامی نداشته باشه بازنده داستانه. داعش هم رفت پی این که گروه شبه نظامی درست بکنه و از طریق اون قدرت داشته باشه. این آمریکا فاقد این چنین گروهی هست و به همین علت هم خواستار خلع سلاح هشت شعبی هستن ولی موفق نمیشن و این شده اصلا پایه و اساس سیاست و زندگی اقتصادی اجتماعی در عراق و همین هم باعث اصولا فساد گسترده شده و به همین علت عراق رو برده به یک مخمصه، به یک تنگنا. راستش رو بخواهید من پاسخی برای این داستان نمیبینم،
چون نه گروه های شبه نظامی حاضرن اسلحه هاشونو پس بدن، نه پس دادن این گروه های رفتن عقب رفتن این گروه های شبه نظامی باعث میشه که احزاب واقعی در عراق به وجود بیان، نه این وضع فسادی که در عراق موجود هست اصولا ساختمان یک دولت مدرنی رو ممکن میکنه. ما نمیدونیم از عراق چی میشه. واقعیت این که هر کسی که بیاد و بگه چه، نه سنی ها میتونن عراق رو اداره بکنن و شیعیان هم در این 15 سال گذشته نشون دادن که آدم های ناتوانی هستن برای اداره مملکت. آمریکایی ها هم در مخمصه هستن. این هست که ما با یک کشور در حال زوال روبرو هستیم و در این کشور در حال زوال قدرت های به اصطلاح که دخیل، قدرت های خارجی که دخیل این هستن، سعی میکنن با وسایل متفاوت نیرو بگیرن. این نگرانی که در واقع شما هم بیان کردین، سایر آقایون هم بهش اشاره کردن، این که عراق رو الان گروه های نظامی و شبه نظامی به نوعی اداره میکنن، قدرت رو در دست دارن، حتی سیاست رو قبضه کردند، مسئله هست که یادمون میاد در دوره انتخابات هم بعضی از سران سیاسی حتی گروه های نزدیک به ایران رو اونقدر نگران کرده بود از قدرت گرفتن هشت شعبی که بعضی از اونها جلساتی با عربستان سعودی داشتند. آقای هاشمیان، آیا فکر میکنید عربستان موفق شده اونطور که میخواست جایگاه لازم که برای خودش در نظر داره رو در عراق دست و پا بکنه؟ ببینید، این صحبت که کشورهای خارجی در عراق شبه نظامی یا شبیه هشت شعبی داشته باشه، این صحبت کاملا غلطه و درست نیست. این تنها فقط جمهوری اسلامیه که شبه نظامی در عراق داره و با بهانه داعش اینها را درست کرده، همونطور که با بهانه جنگ سپاه پاسداران و بسیجیان را بر ملت ایران تحمیل کرد و تا حالا ادامه داده. الان نظرشون اینه که همین شبه نظامیان رو بر مردم عراق تحمیل کنن و به همین شکل ادامه بدن و در هر مسئله‌ای که بشه اونها را وارد کنن. درسته که در بصره بایستی امنیت ایجاد بشه، ولی سوال اصلی اینه که امنیت توسط چه کسانی انجام میشه؟ آیا نبایستی توسط نیروی انتظامی یا ارتش یا نهادهای قانونی شکل بگیره؟ چرا باید امنیت در بصره؟ آیا اصلا چنین چیزی وجود داره؟ آیا ارتش و گروه های انتظامی که شما ازش صحبت میکنید اونقدر قدرت دارن که بتونن امنیت رو در بصره و سایر نقاط عراق برقرار بکنن؟ اصلا دلیل اینکه هشت شعبی تشکیل شد این بود که اونها نتونستند این کار انجام بدن، اینطور نیست؟ ببینید، اساس قضیه اینه که ارتش درگیر بوده در جاهای مختلف و اگر آمریکا کمک کرد، در واقع به هشت شعبی کمک نکرد، به ارتش عراق کمک کرد. این که میخوان نقش ارتش عراق رو کم کنن و بیشتر به نقش هشت شعبی بدن، اینا تبلیغات خود هشت شعبی و طرفداران هشت شعبیه، در حالی که بیشتر قضیه درگیری ها مربوط به ارتش و نیروهای وابسته به ارتش بوده و این جزو مدارک و اسنادی که در درگیری با داعش هم میشه به اون خیلی قوی اشاره کرد. اما اینکه یک گروه شبه نظامی ایدئولوژی که طرفدار یک کشور دیگه باشه و در سیاست و سیاست‌گذاری بی‌طرف نیست، این گروه رو ما می‌خوایم وارد بصره کنیم و امنیت رو در اونجا ایجاد کنه، این خودش اساس مشکله. ضمن اینکه کشورهایی که بهش اشاره شد مثل پادشاهی سعودی یا امارات، اونجا نه شبه نظامی دارن نه امثال اون، حتی سفیر هم هنوز در بغداد وارد نکردن، چه برسه اینکه کنسولگری هاشون رو در این مناطق فعال کنن. بنابراین بیشترین دخالت ها و بیشترین کارهایی که به این شکل صورت میگیره توسط جمهوری اسلامی و توسط گروه های وابسته به اوناست که میخوان اوضاع سیاسی عراق رو به نفع خودشون تغییر بدن. متشکرم آقای هاشمیان. چون وقت کم هست، اجازه بدید من از آقای آشور هم نظرشون راجع به همین مسئله بپرسم. بفرمایید. بله، ببینید، البته من تا حدودی موافق هستم که ایران در واقع هشت شعبی در عراق رو در واقع تامین مالی و نظامی کرده در گذشته و بسیار طبیعی هستش، اما نقش ارتش عراق هم ایشون گفتن بسیار مهم بود، هم قبول دارم بسیار مهم بود، منتها مسئله اصلی هستش که وقتی ارتش عراق فرار کرد، وقتی نیروی انتظامی و نظامی فرار کردن، در اون مقطع هشت شعبی بود که جلوی در واقع پیشروی داعش رو گرفت و بعد از اون آقای آشور در مورد فرارشون از عامل جمهوری اسلامی آقای نوری مالکی بپرسید، خودتون میدونید که چه کسی دستور فرار داد. بفرمایید. بعد از اون
بعد از اون در واقع این نیروها مسلح شدن و دیگه حاضر نیستن که در واقع سلاحشون رو پس بدن، با وجود اینکه الان نیازی به اینها نیست یا نیاز به اینها کمتر شده یا حداقل در جنوب کشور مثل بصره مثلا به اینها نیازی نیست، اما اینها قدرتی رو که به دست آوردن پس نخواهند داشت و امکان اینکه مثلا سلاح‌ها رو از اینها پس بگیرن یا مناطقی رو که حتی در اشغالشون دارن پس بگیرن بسیار کم هستش. مسئله این هستش که اینها قدرت رو به دست گرفتن و حاضر به پس دادن اون نیستن. بنابراین حضور اینها در سیاست عراق ادامه خواهد داشت. از طرفی عربستان سعودی هم که در سوریه و در واقع در اون جنگ علیه عراق و حکومت‌های عراق و سوریه توسط داعش و گروه‌های غیر شکست خورده بود، امروز سعی کرده که با در واقع از طرف سیاسی با بعضی از گروه‌ها در عراق متحد بشه و در واقع در کنار آمریکا قرار بگیره و سعی بکنن نفوذ سیاسیشون رو در عراق افزایش بدن در مقابل نفوذ نظامی و شبه نظامی ایران قرار بدن. تا اینجا یه کار به نظر میاد که شبه نظامیان دست بالا رو دارن و به طبع این به نفع ایران هستش. متشکرم از هر سه شما آقایون. متاسفم که وقت بیشتری نداریم. بحث جالبی هست. غسان آشور، حسن هاشمیان و علی صدزاده، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. ممنون که با صفحه 2 همراه ما بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه به همراه لینک پادکست در توییتر ما منتشر میشه. شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. برنامه رو در صفحه فیسبوک ما هم میتونید تماشا کنید، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظراتتون رو در مورد برنامه امشب و سایر برنامه‌ها برای ما بفرستید. برنامه‌ها در فیسبوک ما هم آرشیوش موجوده. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.